می باید همه عزیزان، برادران، خواهران، سازمان، ارتش، ارتش آزادی بخش، همه رو یک بار دیگر ازشون دل بکنم تا خدا که بخواد. چون که شما، تک تک شما، چه اونهایی که از زندانهای شاه با یک دیگر همرزم و همسنگر بودیم، یا قبل از سال 50، چه اونهایی که در زمان خمینی به سازمان پیوستید، چه اونهایی که امروز از این یا اون کشور آمدیم، و چه اونهایی که در بین راه در محورها و شهرهای مختلف بهمون خواهند پیوست. یعنی شما و تک تک شما رو من به سادگی پیدا نکردم. از پس 7 دریای خون و راهی چند 7 ساله که اون رو با کفش و کلاه آهنین و پولادین طی کردیم، تک تک شما رو، و از لابلای انبوه ابتلاعات، انبوه نشیب و فرازهای سیاسی و انبوه بالا و پایینی های زمان به مثابه رشیدترین، پاک بازترین، قهرمانترین، جانانترین، شکوفاترین و آگاهترین فرزندان خلق ایران، تک تکتون رو من پیدا کردم. اگر بهتر از شما می بود، اگر ارزشمندتر از شما می بود، اگر ستودنی تر از شما می بود، حتما در جای دیگری تشکلش رو می دیدیم. پس یک گنجینه عظیم و تاریخی و بزرگ و در بعضی موارد شاید غیر قابل جانشین سازی، گرانتر از همه مال و تجارت‌های موجود در عالم، زی قیمت‌تر، زیباتر، تحسین انگیزتر، اینجا هست که من میبایستی در این تصمیم گیری یک بار از تک تک این جواهرات بی همتای این گنجینه دل بکنم. اما اگر که به خلق و تاریخ، اگر که به خدا، و اگر که به سرنوشت تابان و شکوفان خلق قهرمان بعد از این همه سال رزم و رنج، بعد از این همه سال خون و فدا، مجاهدین پاسخ نگویند، که کسی پاسخ خواهد گفت؟ بنابراین فقط یک جمله میگویم و میگذرم، نه خطاب به شما، خطاب به خدا و خطاب به خلق و تاریخ، که بار خدایا شاهد باش، شاهد باش که تمامی سرمایه‌مون رو که محصول ربع قرن رزم و رنج مستمر هست تقدیم تو و خلقت کردیم،
انک انت السمیع العلیم. در چنین نقطه‌ای اگر ارتش آزادی به تعرض کامل انقلابی اقدام نمی‌کرد، این خلق ایران و مجاهدینش و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران بود که نخستین بازنده بود. اما ارتش آزادی در اون کمینگاه بزرگ تاریخی فروغ جاویدانی رو برافروخت که اوضاع رو به کلی عوض کرد و راه حل مردمی و انقلابی رو در خطیرترین سرفصل مقاومت تضمین کرد. بنابراین اون تصمیم، اون اقدام پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود برای اون که خمینی دست و پیش رو پیدا نکنه. بعد از اتخاذ تصمیم برای حرکت ارتش آزادی، کارگاه های ارتش آزادی بخش شاهد یک هفته بیداری، یک هفته سخت کوشی و تلاش برای آماده شدن بود. دوستان گرامی، بخش اول برنامه یادبود نبرد بزرگ و تاریخی فروغ جاویدان رو ملاحظه کردید. نبردی که یکی از برگ‌های بزرگ افتخار فرزندان مجاهد و مبارز و رزمنده ایران زمین برای رهایی میهن از چنگال آخوندهای ضد بشر بود. شرح حرکت ارتش آزادی و حماسه‌های این نبرد رو به فردا موکول میکنیم.